خب خانم سیدی، این تو دهنی که شما اشاره کردید بهش و در اون خبرم اومده بود که خامنه ای در واقع از 99.7% از اشرفیان دریافت کرده، میتونید اهمیتش رو توضیح بدید که چیه که در واقع باعث چنین واکنش هایی با غیظ و کین از توسط رژیم میشه و خلاصه چی هستش که یه جوری باید لاپوشانی کنه و همینجا هم بهش اشاره شدن که گفتین؟ بله، ببینید این رژیم در واقع اومده بود توطئه چیده بود که به اصطلاح در برای خودش به این ترتیب که میان اشرفی ها رو مصاحبه میگیرن ازشون، این مشتی که میگی بیا نه بزرگی که اشرفی ها به اصطلاح گفتن و مشتی که به صورت کل نظام آخوندی زدن، رژیم اینطور برنامه ریزی کرده بود برای خودش که گویا میاد در بیابون خارج از اشرف، اشرفی که تحت محاصره است و زیر انواع و اقسام فشارها قرار داره، اینها رو مصاحبه میکنه باشون و عده زیادی اینجا به اصطلاح زیر این فشار و این توطئه تسلیم میشن. رژیم روی این سرمایه گذاری کرده بود که خب علی‌رغم تصور آخونده که فکر میکنه هیچ درک درستی واقعا از پایداری اشرف، وقتی میگیم اشرف پایداری میکنه و ایستادگی میکنه، هیچ تصویر و درکی هم از اون طرف، یعنی از جانب دشمن در رابطه با این پایداری وجود نداره. خب همین فکر میکنم به همین دلیل میگن تصورات احمقانه در واقع. دقیقا، بله. این برگشت به صورت خود رژیم، یعنی رژیم اومد با یه موج سنگین، این موج خورد به یک سد محکمی به نام اشرف، این سد اینو برگردون، این موج بزرگ رو برگردون به روی خود رژیم. حالا مثلا اگر در به اصطلاح یک صحنه شما اشرف رو بردارید، پایداری اشرف و اشرف نباشه و نبود این پایداری، همینی میشد، همین توطئه‌ای که رژیم میخواست شکل میگرفت. اما خوشبختانه توطئه، منظورتون این که صورت مسئله سرنگونی در واقع از رو میز برداشته میشد، برداشته میشد دیگه، هماورد خودش رو میخواست به این ترتیب چیکار کنه، از صحنه خارج کنه. رژیم خود چند جا تو چند نقطه چند مرحله تا به حال اومده که این صورت مسئله رو، یعنی مجاهدین رو، هماورد خودش رو از صحنه حذف کنه. دیدید مثلا یک جا یادتون میاد در مروارید رژیم این گامو برداشت که بعدن خودشون گفتن ما از دیوار بلندتر از قد خودمون رفتیم بالا. ظاهراً این بار هم همینجوری. این بار هم بله. یا بعدن در شلیک 77 موشک رو به قرارگاه‌های مجاهدین، باز مجدداً رژیم اونجا دنبال این بود که این هماورد و یا این صورت مسئله‌ای رو که رژیم باهاش درگیره اینو حذف کنه از صحنه. اونجا هم با شکست مواجه شد.